حسین رجبیان نویسنده، عکاس و فیلمساز با انتشار تریلر تازه ترین فیلمش عنوان کرده که در اعتراض به شرایط موجود در ایران آن را به صورت رایگان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد کرد. حسین رجبیان پیشتر به خاطر اولین فیلم بلندش با نام مثلث واژگون به زندان محکوم شده بود. جزئیات در گزارش شپول عباسی. آفرینش بین دو صد نام دومین و تازه ترین فیلم بلند حسین رجبیان است که به گفته عوامل آن ادای دینی است به آزادی هنر. پیامبران باید در صحرای اروپا آرد را بار و غلاف کردم. در پی وضعیت حاکم بر ایران و وقایع اخیر و شرایط مردم و در اقدامی اعتراضی، حسین رجبیان میگوید آفرینش بین دو سطح را به صورت رایگان و در جهت ایجاد امید و همدلی در اینترنت منتشر می کند تا گامی به سوی آزادی هنر و سینمای بدون سانسور برداشته باشد. این فیلمساز تازه ترین اثر هنری خود را در محدودیت و کاملا مستقل ساخته تا به گفته خودش به دنیا ثابت کند می توان به تنهایی و در ممنوعیت فیلم ساخت و با سانسور مبارزه کرد. اشاره وی به فضای مافیایی حاکم بر سینمای ایران و شرایط سخت کار برای فیلمسازان مستقلی است که دل در گرو نهادهای حکومتی و دولتی در ایران ننهادند. حسین رجبیان فیلمنامه آفرینش بین دو سطح را در زندان اوین نوشت، درست همان زمان که اعتصاب غذای خود در زندان را به نشان اعتراض به شرایط نامطلوب آغاز کرد. آفرینش بین دو صد روایت خود سپردگی یک زن و مرد به یک تحقیق روانشناختی است تا بتوانند از این طریق مشکلات مالی و زندگی خود را با آن حل و فصل کنند. اما این همه ماجرا نیست و در ادامه حسین رجبیان با غافلگیر کردن مخاطب در ایجاد نقاط عطف داستانی، هیجان و تعجب بیننده از آگاهی گرفتن از ویژگی های فردی انسان ها و اجتماعی جامعه ایران را برمی انگیزد. آفرینش بین دو صد در چارچوب یک مینیمال روانشناختی اعتراضی نقد و ضربه محکمی است بر آنکه شاهد واقعیت حضور فرد در جامعه ایران است، اما هنوز تصویر یا نگاه دقیقی از آن ندارد یا نمیخواهد ببیند. حسین رجبیان آفرینش بین دو صد را پس از گذراندن دوران محکومیتش در زندان اوین ساخت. وی به خاطر محتوای فیلم نخستش با نام مثلث واژگون سال 92 بازداشت و سال 95 به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات روانه زندان اوین شد. زدی زیر همه چی ها؟ حسین رجبیان فیلمساز در اینستاگرام خود نوشته است که هیچگاه در جشنواره‌های داخلی حکومتی در ایران شرکت نکرده و از مردم خواسته است در این بزنگاه تاریخی تنها به دنبال عقیده راسخ خود باشند و به هیچ هنرمند به گفته او جیر خار دیروز و فرصت طلب امروز امید نبندند. شپول عباسی، صدای آمریکا.